وزیر خارجه ایران میگوید بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی درهای مذاکره با آمریکا بسته نشده، شرطش تغییر رفتار آمریکاست. در 60 دقیقه امشب میپرسیم پیام ظریف در میانه تنش بی سابقه میان دو کشور به چه معناست، گام بعدی واشنگتن چه خواهد. همچنین در برنامه امشب شمار قربانیان ویروس کرونا در حال افزایش، چین 56 میلیون نفر را قرنطینه کرد، آمریکا خارج کردن شهروندانش را از ووهان شروع کرده. ببینید وریا غفوری با این توپ چه میکنه؟ وریا غفوری به سمت دروازه ضربه را میزنه. به سمت دروازه. گل! پیروزی استقلال و شهرخودرو در زمینه بیطرف، دو نماینده فوتبال ایران به دور بعدی مرحله پلی‌آف لیگ قهرمانان آسیا رسیدند. و آدریان مسچی، هنرمند ایرانی ساکن آلمان، درباره فعالیت‌هایش در زمینه موسیقی رپ می‌گوید. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در شرایط مذاکره با آمریکا را غیر ممکن ندانسته که واشنگتن و تهران تا لبه پرتگاه یک جنگ پردامنه پیش رفتند. وقتی پهپادهای آمریکا به یک بار در آسمان فرودگاه بغداد ظاهر شد و جان فرمانده پرآوازه نیروی قدس سپاه پاسداران را گرفت، بسیاری تکان خوردند و این قتل را یادآور ترور ولیعهد اتریش ارزیابی کردند، جرقه‌ای که آتش جنگ جهانی اول را برافروخت. ولی جنگ سرد و غیر مستقیم ایران و آمریکا در جبهه‌های دیگر ادامه یافته. تازه ترین آن بسته شدن دامنه‌های بین‌المللی وبسایت یک خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران به توصیه وزارت خزانه‌داری آمریکا. محمد جواد ظریف هم به سایت اشپیگل گفته که اگر حلقه تحریم‌ها تنگ‌تر شود و اروپا هم از آن پیروی کند، ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی خارج می‌شود. آیا پیام مذاکره محمد جواد ظریف جدی است؟ گام بعدی آمریکا بعد از موج اخیر تنش چیست؟ بیشتر در این باره حرف می‌زنیم. اول گزارشی از فرین عاصمی. تأکید محمد جواد ظریف بر امکان مذاکره با آمریکا حتی بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی به دست این کشور، اما به شرطی که واشنگتن تحریم‌ها را بردارد. وزیر خارجه ایران به روزنامه اشپیگل گفته برای جمهوری اسلامی فرقی ندارد که چه کسی در کاخ سفید باشد، چرا که آنچه مهم است رفتار آنهاست. او حتی گفته ایران هنوز هم سر میز مذاکره است و آن که میز را ترک کرده آمریکاست. وزیر خارجه ایران به روزنامه اشپیگل گفته در 30 سال گذشته که در حکومت جمهوری اسلامی پست‌های مهمی داشته، سختی زیاد بوده و ایران چند بار تا مرز جنگ پیش رفته، اما این بار سخت‌تر است، چون آمریکا به گفته او علیه یک مقام رسمی ایرانی حمله تروریستی کرده، چیزی که به گفته او پیش از این اتفاق نیفتاده بود. ضربه به ابهت آمریکا بود. این ضربه با هیچ چیزی جبران نمیشه. حالا اعلام می‌کنن که ما تحریم کردیم، تحریم ها را افزایش میدن، اما این کار نمیتوانه آبروی از دست رفته آمریکا را برگردانه. بعد از کشته شدن فرمانده قدس نیروی سپاه به دست آمریکا در بغداد، مقام های جمهوری اسلامی وعده دادند انتقام سختی خواهند گرفت. حمله موشکی به پایگاه های آمریکا در عراق که از سوی رهبر جمهوری اسلامی سیلی سخت نام گرفت. حالا محمد جواد ظریف به اشپیگل گفته پاسخ واقعی را مردم منطقه خواهند داد با نشان دادن تنفرشان از رفتار آمریکا. وزیر خارجه ایران میگوید آمریکایی‌ها خواهند دید که قاسم سلیمانی به عنوان شهید موثرتر از زنده اش خواهد بود. یه مرحله سختش. محمد جواد ظریف گفته ایران از طریق سفارت سوئیس به واشنگتن پیغام داده که اقدامش علیه آمریکا به پایان رسیده و دیگر اقدامی نخواهد کرد اگر آمریکا اقدامی علیه آنها انجام ندهد. آقای ظریف پیش از این گفته بود آمریکا از طریق سوئیس که حافظ منافعش در ایران است پیامی فرستاده بوده. پیام بسیار نابخردانه‌ای از سوی آمریکایی‌ها امروز آوردند و امروز بعد از ظهر هم جواب قاطعی رو دریافت کردن. آمریکا علاوه بر خروج از برجام، حدود 2 سال از سیاست فشار حداکثری را علیه ایران اعمال کرده.
وزیر خارجه ایران میگوید تصور ترامپ این بوده که ظرف چند ماه جمهوری اسلامی از هم میپاشد، اما به هدفش نرسیده است. با این حال تحریم‌های آمریکا علیه ایران ادامه دارد. در تازه‌ترین تحول، وزارت خزانه‌داری آمریکا دامنه‌های بین‌المللی وبسایت خبرگزاری فارس را مسدود کرد. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران همان سپاه که بهار امسال در فهرست تروریستی آمریکا قرار گرفت و حدود 9 ماه بعد فرمانده نیروی قدس آن به دست ایالات متحده کشته شد. حالا برایان هوک نماینده وزارت خارجه آمریکا در امور ایران به جانشین قاسم سلیمانی هم هشدار داده اگر همان مسیر کشتن آمریکایی‌ها را دنبال کند به سرنوشت سلیمانی دچار خواهد شد. او را ناجوان مردانه زدند، اما به لطف الهی و به همت همه آزاد مردانی که در سرتاسر عالم خونخواه او هستند، ان شاء الله جوان مردانه دشمنش رو خواهیم زد. آمریکا در توجیه کشتن قاسم سلیمانی او را تروریست و مسئول قتل هزاران نفر معرفی کرده. ایران اما او را نماد اقتدار نظامیش در منطقه می‌داند. فرین عاصمی، بی بی سی. گفتگوی داریم با دو مهمان در برنامه، کامران متین استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس از برایتون در بریتانیا با ما و همینطور امیر رشیدی پژوهشگر امنیت و دسترسی به اینترنت از نیویورک. آقای رشیدی، سوال اول رو از شما میپرسم. ثبت یک دامنه هم برای سایت های طرفدار حکومت مشکل شده. این فشار تا این حد نشان دهنده استیصال یا جدیت حکومت آمریکا؟ ببینید، نکته اول و مهم این هستش که ما نباید این مسئله رو مختص به فارس نیوز در نظر بگیریم. دامنه‌های وبسایت‌های دیگه، آپارات، یه سری از بانک‌ها و حتی یه سری از کسب و کارهای خصوصی مردم که توی شرکت‌های آمریکایی ثبت شده بودن، اینا مسدود شدن. در واقع ما باید اینو توی یک تصویر بزرگتر ببینیم که دسترسی ایرانیان به شکل عمومی به شبکه جهانی اینترنت و سیرساختاش محدود میشه و مهمترین اثری که میذاره این داره کمک میکنه به شبکه ملی اطلاعات، اینترنت ملی، چون اگه الان دامنه ها را مردم بیرون نتونن ثبت کنن ببرن داخل ایران، ایران قدرت بیشتری پیدا میکنه که بتونه اینترنت رو قطع بکنه، ملی کنه، در داخل کشور بمونه. بنابراین من فکر میکنم باید توی یک تصویر بزرگتر فقط فارس نیوز رو نبینیم، این رو ببینیم که این مهاجرت به سمت استفاده از زیرساخت‌های داخلی ایران به ایران کمک میکنه که دفعه دیگه که بخواد اینترنت رو قطع کنه با دردسر کمتری و هزینه کمتری این کار انجام بده. به نظر من خیلی مهمتر از این هست که بخوایم تمرکز کنیم روی یک مورد فارس نیوز. سوال من این بود که فکر میکنید اینا کارهایی هست که از روی فکر و برنامه داره انجام میشه، حساب شده است از طرف دولت آقای ترامپ، یا اینکه نه از روی استیصال و اینکه گویا فشارها اونطور که میخواستند نتیجه نداده؟ خب اینکه این اونطور که میخواستند نتیجه داده یا نداده، راستش یه ذره بحث سیاسی تو حوزه تخصصی من نیست، اما تو همین بحث تحریم‌های تکنولوژی اگه نگاه بکنیم، از زمانی که برنامه فشار حداکثری آقای ترامپ به وجود آوردن، دسترسی ایرانیان به شبکه‌های جهانی روز به روز داره محدودتر میشه. به نظر میاد که برنامه‌ای وجود داره برای این که چه دسترسی‌هایی رو چه زمانی و به چه شکلی محدود بکنن، اما به این نقطه توجه نکردن که محدود شدن این دسترسی‌ها میتونه چه صدماتی به مردم در داخل کشور وارد بکنه. من فکر میکنم که در واقع بیشتر الان برای محدود شدن این دامنه‌ها بحث پرداخت مالی هست تا بحث تکنولوژی. اون شرکت‌هایی که دامنه‌های خودشون تو اروپا ثبت کرده بودن به مشکل بر نخوردن. اونایی که تو آمریکا ثبت کرده بودن و باید از طریق جریان مالی آمریکا پرداخت می‌کردن، اونها هستن که به مشکل خوردن. آقای متین، شما چی فکر میکنید؟ این فشار مفهومش چیه؟ خب به نظر من این بخشی از استراتژی فشار حداکثر ایالات متحده است که تمامی ابعاد اون در یک وهله طبیعتاً اونها نمیتونستن، نمیخواستن احتمالاً که اجرا بکنن. به اصطلاح یک فشار تدریجی فزاینده است و در ابعاد مختلف در واقع شروع کرد، از بخش اقتصادی خب شروع کردن، بعد سپاه پاسداران رو در لیست تروریستی قرار دادن، الان به در واقع رسانه‌های نزدیک به دولت و سپاه دارن برخورد میکنن. در مجموع به نظر من همش در زیر مجموعه این فشار حداکثری میشه دید، و تا اونجایی که این استراتژی رو و به اصطلاح در واقع ارزیابی ما از این استراتژی هر چه هست
در واقع به این اقدامات مشخص انفرادی هم طبیعتاً شمول خواهد داشت این ارزیابی، حالا چه این ارزیابی مثبت باشه چه منفی و از طرف هر کسی که صورت بگیره. خب آقای متین، بعیده که حالا با چنین اقدامهایی هم جمهوری اسلامی رفتارش رو عوض بکنه، دست کم اینطور بر نمیاد. بعد از این آمریکا میخواد چیکار بکنه؟ هیچ چشمانداز روشنی دیده میشه از استراتژی آمریکا در مواجهه با ایران؟ بله، خب به نظر من ایالات متحده عجله خاصی نداره در مورد اینکه جواب بگیره، به این معنا که اولا اون به خصوص در مورد محدود کردن خبرگزاری فارس، به نظر من هدف اونها بیشتر این هست که بگن، حداقل از نظر خودشون به مردم ایران بگن که ما داریم رسانه‌های نزدیک، مشخصا نزدیک به سپاه پاسداران رو که در سرکوب اعتراضات نقش داشتن، داریم اونها رو در واقع تحریم میکنیم، فشار میاریم. این بخشی از اون ادعای ایالات متحده است که خودش رو به اصطلاح در کنار اعتراضات مردم ایران در داخل قرار میده. اما در مورد استراتژی مشخصی که شما گفتید، همین که به اصطلاح همین فشار حداکثری هست. خب اگر به اصطلاح از نظر اونها جواب میداد که فبه ها، به اصطلاح آقای ترامپ به طور مشخص دوست داشت که از این در واقع جواب گرفتنش از این فشارها در کارزار انتخاباتی که در حال جریان هست استفاده بکنه، ولی بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی و ماجرای هواپیمای اوکراینی که سپاه سرنگون کرد در مجموع، و همچنین اعتراضاتی که هم در آبان و هم بعد از اون سقوط هواپیمای اوکراینی رخ داد، قطعاً استراتژیست‌های ایالات متحده حداقل تیم امنیتی آقای ترامپ رو احتمالاً به این سو سوق داده که این فشار داره کار میکنه و آنها نیازی ندارن که در واقع دستپاچه بشن. این ایران هست که تحت فشار هست به دلیل نابرابری وزن اقتصادی و نظامی و سیاسی دیپلماتیک دو کشور. طبیعتاً ایران نمیتونه به طور اقتصادی پاسخ بده به آمریکا. تنها کاری که میتونن بکنن، خب بلاز نظامی هست، بلاز نظامی هم بسیار خطرناک هست، یا اینکه در واقع سربازان یا اتباع آمریکایی باید مصون داشت نگاه داشته بشن تا آمریکا مجبور به پاسخگویی نشه. امری که در مورد موشک‌ها رخ داد و ایران از طریق عراق غیر مستقیم در واقع این اطلاع رو به اونها داد که کسی کشته نشه، یا اینکه باید خب ضربه شدیدتر باشه و اونها در واقع افراد آمریکایی کشته بشن، که در اون حالت خب ترامپ علارغم میل باطنیش که نمیخواد جنگ بشه و در واقع جنگ گسترده، مجبور هست برای راضی نگه داشتن هوادارانش در داخل آمریکا پاسخ مشخص محدود نظامی بده که اون هم خب ایران رو در واقع مجبور میکنه دوباره پاسخ بده. یعنی این هر در واقع اون حرکت نظامی ایران ریسکش بالاست به دلیل اینکه به طرف جنگ خواهد رفت، جنگی که بسیار نه آمریکا ظاهراً میخواد و نه به نفع ایران هست. آقای رشیدی، شما فرمودید که ممکنه کار به جاهای دیگه هم بکشه، دسترسی به بانک ها محدود بشه، به اکانت های دیگه هم بکشه. اگر بخوایم ملموسترش بکنیم، چه مشکلاتی رو ممکنه ایجاد بکنه؟ آیا کار به جایی خواهد رسید که فرض بفرمایید خیلی از خریدها انجام نشه، مردم خیلی از کارهای خودشون رو نتونند انجام بدن؟ ببینید، دوباره تاکید میکنم موضوع فقط فارس نیوز نیستش. موضوع اینجا هستش که همین الان تعداد خیلی زیادی از سایت هایی که دامین های .com در آمریکا ثبت کرده بودن دچار مشکل شدن. خیلی از اینا شخصی بوده. این اگر ادامه پیدا بکنه، دامنش میتونه به من و شما هم برسه. اگه من و شما هم توی آمریکا یک دامنه ای ثبت کردیم، ممکنه ما هم به مشکل برخورد بکنیم. در نتیجه این مشکلاتی که ایجاد میشه، دو تا اتفاق خواهد افتاد. در درجه اول، ایران شبکه ملی اطلاعات یا اینترنت ملی خودش رو تقویت خواهد کرد و مردم مجبور میشن به دلیل اینکه هیچ گزینه دیگه ای ندارن، برن از اون زیرساخت ملی استفاده بکنن. در نتیجه اینکه هر چیزی ملی بیشتر ملی بشه، دفعه دیگه بخوان اینترنت رو قطع کنن، هزینه کمتری براشون خواهد داشت و بسیار بسیار ساده تر خواهد شد. یادمون باشه قطع اینترنت مساوی است با سرکوب بیشتر، کشتار بیشتر مردم، بیرون نیومدن خبر از ایران. جالب آقای رشیدی، جالبه که فرمودید ممکنه برای خیلی ها مشکل ایجاد بشه، حتی کسانی که در خارج از ایران زندگی میکنن. به چه شکل؟ ببینید، زمانی که من یه نمونه بهتون میگم، زمانی که شرکت های ابری و هاستینگ کمپانی های آمریکایی شروع کردن دسترسی ایرانی ها رو مسدود کردن، خیلی از کسانی که مدت هاست اصلا با ایران رابطه ای ندارن، افراد شخصی عادی هستن، دارن تو کانادا، اروپا، جای مختلف زندگی میکنن، دسترسیشون به اون سرویس ها قطع شد، صرفا به خاطر اینکه ایرانی هستن. مثل همین گزارشی که چند روز پیش شما داشتین، اون راننده ایرانی چون اسم شبیه قاسم سلیمانی بود دچار مشکل شده بود. در نتیجه کل جامعه دچار مشکل میشه، کل کشور دچار مشکل میشه، و
و این کمک میکنه به توسعه شبکه ملی اطلاعات ایران. مشکل دومی که ایجاد میشه رفتار ایران رفتار خشنتری میشه. کاری که الان ایران داره میکنه برای اینکه فارس نیوز رو برگردونه، آخرین بار این در واقع یه جور حمله سایبری هست، ما بهش میگیم DNS poisoning، یعنی در واقع دست بردن توی آدرس های اینترنت. آخرین بار کی ایران این کار انجام داد؟ سال 88 این کار انجام داد، زمانی که میخواست وبسایت کلمه از دسترس خارج بشه. بنابراین یک بازه حدوداً 10 ساله ایران یک چنین رفتار خشنی رو از نظر بحث تکنولوژی و امنیت سایبری عرض میکنم. ما شاهدش نبودیم که این کار انجام بده، ولی الان داره رو میاره به چنین اقداماتی. طبیعتاً این کارها برای ایران مشکلات بین‌المللی و حقوقی به وجود خواهد آورد و اینجور هم نیست که اونا هر کاری دلشون بخواد بکنن، اینها میشه حل بشه. اما میخوام بگم که نتیجه این کار اولا رفتار ایران رو خیلی خشن‌تر میکنه در حوزه اینترنت، دوم باعث میشه که عموم مردم جامعه، چه اونهایی که در درون کشور و چه اونهایی که در بیرون کشور زندگی میکنن، دچار مشکلاتی بشن که واقعا پاسخی برای اونها به سادگی وجود نداره. بسیار خب. آقای رشیدی ببخشید، آقای متین، شما فرمودید که خب زمان به نفع آمریکاست، فشارها رو داره وارد میکنه به خاطر عدم تناسبی که حالا بین توان ایران و آمریکا هست، زیان بیشتری میبینه ایران. در این شرایط حرفای آقای ظریف یا پیامی که داره میفرسته رو چقدر میشه جدی گرفت برای مذاکره خصوصا؟ بله، به نظر من دو نکته جالب توجه است در رسالت آقای ظریف. یکی این که در واقع این که ایران هیچ وقت واقعا مذاکره با آمریکا رو رسما به تمامی رد نکرده، یعنی از این لحاظ تازگی نداره. ولی این خب ایران همچنان که در این مورد خاص هم آقای ظریف گفته شرط داره، اون شرط هم برداشت شدن تحریم هاست. از اون طرف آمریکا تحریم هاش رو وضع کرده و میگه ما بدون قید و شرط، یعنی در وجود و با حضور تحریم‌ها بدون قید و شرط حاضریم صحبت بکنیم. و این در واقع فاصله بسیار بزرگی هست، یعنی آمریکا قاعدتاً نمیخواد و مایل نیست که تنها ابزاری که از طریق اون داره به ایران فشار در واقع استراتژیک وارد میکنه، اینها رو این ابزار رو در واقع دور بندازه، بعد بیاد با ایران مذاکره بکنه. و از اون طرف هم خب ایران در وضعیتی نیست که، یعنی اگر ایران با وجود تحریم‌ها مذاکره بکنه، خب در واقع این یک شکست بزرگ محسوب میشه برای جمهوری اسلامی و ازش خب طبیعتاً دارن اجتناب میکنن. این شرطی گذاشته آقای ظریف که میدونن از پیشاپیش که آمریکا بسیار بعید هست که این رو قبول بکنه. نکته دوم اما این هست که این اظهارات آقای ظریف در تناقض هست با اظهارات آقای خامنه‌ای در این نماز جمعه پر سر صدای اخیرشون که گفتن ما با همه به لحاظ اصولی مذاکره میکنیم الا با آمریکا. یعنی حتی آقای خامنه‌ای شرطی هم نگذاشتن، نگفتن که اگر آمریکا این کارو بکنه یا اون کارو نکنه ما مذاکره خواهیم کرد، بلکه گفتن از بیخ و بنیان ما در حال حاضر مذاکره نمیکنیم. حالا میشه این رو بالاخره تفسیر این ماجرا که چطور آقای ظریف میتونه این نوع از اظهارات رو که در تمایز با اظهارات رهبر جمهوری اسلامی است بیان بکنه. یک توضیحش به نظر من این هست که خب با توجه به فعال شدن مکانیسم حل اختلافی که اروپایی‌ها انجام دادن، جمهوری اسلامی میخواد به لحاظ دیپلماتیک قدری ابتکار عمل به خرج بده و این چهره عدم مذاکره به اصطلاح این رو از ایران بزداید و بگوید که بله ما هم بالاخره حاضریم صحبت بکنیم، این آمریکاست که خارج شده و نه تحریم رو برمی‌داره نه به اصطلاح وارد در واقع به برجام برمیگرده. بیشتر به نظر من جنبه تبلیغاتی در رابطه با روابط خارجی ایران داره تا اینکه واقعا محتوای خیلی جدی داشته باشه. ممنونم از کامران متین، استاد روابط بین الملل، و همینطور امیر رشیدی، پژوهشگر امنیت و دسترسی به اینترنت. به دنبال شیوع ویروس کرونا، شی جینگ پینگ رئیس جمهوری چین میگوید شیوع این ویروس سریع‌تر شده و کشور در شرایط وخیمی قرار گرفته. در ووهان، شهری که مرکز اصلی شیوع این ویروس است، پلیس تردد ماشین‌ها را محدود کرده. در هنگ کنگ هم وضعیت اضطراری اعلام شده. تعداد مبتلایان در چین حدود 1300 مورد گزارش شده که 41 نفرشان مردند. آمریکا هم خروج شهروندان و کارمندان کنسولگری خود را از ووهان شروع کرده، اقدامی مشابه فرانسه. مهدی بیگی گزارش می‌دهد. بیمارستان صلیب سرخ ووهان، این مردم باید ساعتها در این صف طولانی بایستند تا بفهمند که به ویروس مرگبار کرونا آلوده شدند یا نه. نگرانی در صورتهایشان موج میزند. بیمارستانها دیگر جا برای پذیرش بیماران جدید ندارند. در شبکه‌های اجتماعی گفته می‌شود
خدمه بیمارستان ها از فشار کار به گریه افتادند. خیابان ها خالی شدند. مثل شهر ارواح شده. در خروجی شهر پلیس ماشین شهروندانی را که قصد خروج دارند باز می‌گرداند. هیچ کس اجازه رفتن و یا آمدن ندارد. سال نوست. مردم به جای جشن و شادی و مسافرت در شهر قرنطینه شدند. 11 میلیون نفر. باید بمانند، ماسک بزنند و مراقب باشند که ویروس نگیرند. تردد ماشین ها محدود شده. کسی نیست که حتی این پرستار را که تازه وارد شهر شده به بیمارستان برساند. ویروس آنقدر کشنده و خطرناک است که اینجا پزشکان برای پرهیز از آلودگی از طریق بیسیم با بیماران گفتگو می کنند. بدتر از همه این که هیچ کس نمی داند تا کی باید به این وضع ادامه داد. از دیروز 13 شهر در قرنطینه کامل قرار گرفتند. مردم در استان همجوار هونان هم بار سفر بستند. می گویند اگر اینطور پیش برود شهر به زودی تعطیل می شود. در پکن بسیاری از مکانهای گردشگری تعطیل شدند. مقامها از کسانی که از ووهان آمدند خواستند تا 2 هفته در خانه بمانند تا ویروس کنترل شود. سعی میکنیم تا اونجایی که میتونیم از خانه بیرون نریم و تو خونه تهویه مناسب داشته باشیم. همه موضوع رو جدی گرفتن. حمل و نقل در استان هوبی که حدود 60 میلیون نفر جمعیت دارد محدود شده. با این حال ویروس از چین خارج شده و به کشورهای دیگر رفته. اینجا در نپال امروز مقام ها اولین مورد ابتلا به ویروس کرونا را تایید کردند. نخست وزیر استرالیا هم امروز اولین موارد ابتلا در این کشور را تایید کرد. موارد ابتلا در کشورهای دیگر هم گزارش شده. از جمله در ژاپن، تایلند، سنگاپور، ویتنام، تایوان، کره جنوبی و آمریکا. مواردی هم در فرانسه گزارش شده. بریتانیا و کانادا هم دارند چند مورد مشکوک را بررسی می کنند. در چین، این خدمه پزشکی ارتش از مرخصی سال نو گذشتند و داوطلب شدند تا برای کمک به ووهان بروند. تلویزیون ملی جشن سال نو را با اجرای حماسی در مورد ووهان آغاز کرد. مجری ها به مردم ووهان اطمینان می دهند که حزب کمونیست حاکم چین از آنها حمایت می کند. می گویند ویروس را قرنطینه کنید و نه عشق را. حرف قشنگی است، اما کرونا تب و سرفه و تنگی نفس شدید می آورد و عشق را نمی فهمد. مهدی بیگی، بی بی سی. دکتر حامد صالحی، پزشک و مدرس پزشکی اینجا با ما هستند. کمی در مورد این بگید آقای دکتر که این ویروس اصلا چطوری شناسایی شد، با چه علائمی؟ 31 دیسمبر 2019 تقریبا حدود 5 هفته پیش بود که خوشه هایی از بیماری های عفونی در استان ووهان چین در واقع مشخص شد که دیده شده. بررسی ها نشون داد که برخی از بیماران تاریخچه حضور در یک بازار ماهی فروشی سنتی رو دارن. رد تشخیصی شروع شد. بیماری های نظیر آنفولانزای پرندگان، آنفولانزای فصلی، آدنا ویروس، بیماری های سارس و مرس رد شد و در 9 ژانویه 2020 تقریبا 4 هفته پیش بود که مشخص شد که این یک گونه جدید ویروس به نام نوول کرونا ویروس 2019 اسم گذاری شد. این نسل سوم کرونا ویروس. نسل اولش سال 2003 سارس تو چین مشخص شد، بعد مرس اومد، بعد کرونا ویروس. این ویروس تهاجمی هست، عفونتزا هست، اما تهاجمی تر از سارسی که سال 2003 اومد نیست. از حیوان به حیوان منتقل میشه اصولا، اما گونه های جهش یافتش میتونه به انسان هم منتقل بشه. این ویروس در حال حاضر در خیلی از کشورها هم که تو برنامه شما گفتن گزارش شده و ایران و انگلیس هنوز چیز قطعی رو مشخص نکردن. در گزارش خیلی کوتاه اشاره شد که تب، سرفه، تنگی نفس از علائم این بیماریه، ولی خب خیلی ممکنه که چنین
علائم رو در خودشون حس بکنن. چه افرادی در معرض این ویروس بسیار هستن؟ سوال به جاییه. من اول میام میگم علائم رو تقسیم میکنم به خفیف، متوسط و شدید. علائم خفیف متوسط مثل سرماخوردگی ساده است، شامل سرفه خشک میشه، تب میشه، بدن درد میشه. شدیدترش شبیه ذات‌الریه است، همون عفونت در واقع سینه، که در واقع مریض امکان داره که خلط داشته باشه. این خلط میتونه توش خون باشه، شدیداً تنگی نفس داشته باشه، درد قفسه سینه‌ای داشته باشه که با کشیدن نفس یا سرفه تشدید میشه. امکان داره که حالت تهوع و اسهال هم داشته باشه. میتونه در واقع اون شکل شدیدش آسیب های کلیوی بده و حتی میتونه منجر به مرگ بشه. ولی اون سوالی که فرمودید، آیا همه افرادی که تب میکنن یا سرفه میگیرن باید نگران باشن؟ جوابش اینه که نه، اصلا. به خاطر اینکه خیلی شبیه سرفه است و همه ما سرما میخوریم و اون افرادی باید نگران باشن که در چند وقت اخیر سفر به چین یا کشورهایی که اعلام شده اطراف چین، نپال، سنگاپور، هنگ کنگ، استرالیا، فرانسه چند مورد مشخص شد، میگن اصولا 14 روز بعد از تماس با ویروس تا 14 روز امکان داره که شما ببینید این علائم رو. اگر کسی در تماس با شخصی بوده که از سفر به کشورهای اصلی برگشته باشه باید نگران باشه. اگر کسی در تماس با شخصی باشه که قطعا شناسایی شده باشه این ویروس توش باید نگران باشه. در غیر این صورت جای نگرانی نیست. خیلی خیلی کوتاه، وقتمون خیلی کمه، راه پیگیری چیه؟ برای پیشگیری کاری که میشه کرد اینه که در واقع چون این بیماری از طریق قطره‌ای، تماسی و بزاق ترشح میشه، نظافت شخصی، شستن دست و در واقع استفاده از دستمال موقعی که سرفه میکنن، درمان این بیماری حمایتیه. در مواردی که منجر به سپتیک شاک یا همون شوک میشه که در اثر عفونت سیستمی که بدن هست، باید احیا صورت بگیره، که در واقع اکسیژن، مایعات وریدی و آنتی بیوتیک های وریدی باید تزریق بشه. ممنونم از دکتر حامد صالحی. منوچهر و آصف بختیاری، پدر و عموی پویا بختیاری، از کشته شدگان اعتراض های آبان ماه از زندان آزاد شدند. خبرگزاری هرانا گزارش داده این دو نفر بعد از حدود 1 ماه بازداشت در شامگاه چهارشنبه 2 بهمن از زندان رجایی شهر کرج آزاد شدند. نیروهای وزارت اطلاعات ایران از پدر و مادر پویا که برای برگزاری مراسم 40 او فراخوان عمومی داده بودند خواسته بودند از برگزاری مراسم صرف نظر کنند و در نهایت مراسم با مداخله نیروهای امنیتی و دستگیری چند نفر برگزار شد. پویا بختیاری 27 ساله در جریان اعتراضات آبان در کرج به ضرب گلوله کشته شد. در سیستان و بلوچستان 5 مسیر ارتباطی به دلیل سیل از شب گذشته بسته شده. عباس علی ارجمندی، مدیر کل دفتر مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان، گفته تلاش نیروهای راهداری و پلیس راه برای بازگشایی راه‌ها ادامه دارد. او میزان خسارت‌های سیل این استان را که حدود 2 هفته پیش اتفاق افتاد حدود 3300 میلیارد تومان اعلام کرده. به گفته آقای ارجمندی 1542 روستا در جنوب سیستان و بلوچستان درگیر سیلاب بودند. گزارشگران در شبکه‌های اجتماعی از وضعیت نابسامان زندگی افراد این منطقه خبر می‌دهند. کانادا خواهان مشارکت بیشتر ایران در تحقیقات مربوط به فاجعه هواپیمای اوکراینی شده. مقام‌های کانادایی از ایران خواستند به وعده‌هایشان درباره دادن دسترسی به اطلاعات و صداهای ضبط شده در کابین هواپیما وفادار بماند. همزمان محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، هم به نشریه اشپیگل گفته فردی که به اشتباه هواپیمای اوکراینی را هدف قرار داده بود در بازداشت است. مجید افشار گزارش می‌دهد. بابا من میگم شاید یه نفرم زنده مونده. 17 روز بعد از سرنگونی هواپیمای اوکراینی در نزدیکی تهران، مقام‌های ایرانی هنوز با محققان کانادایی و اوکراینی بر سر چگونگی خواندن جعبه سیاه به توافق نرسیدند. در حالی که در مقطعی گفته شد ایران حاضر است جعبه سیاه را در اختیار اوکراین قرار دهد، مقام‌ها بعدتر این خبر را رد کردند و خواستار انتقال تکنولوژی به ایران برای خواندن مخزن اسرار این هواپیما شدند.
رئیس سازمان امنیت پرواز کانادا دیروز در مصاحبه‌ای با تلویزیون سی تی وی این کشور گفته مقام‌های ایرانی به او اطمینان دادند استخراج اطلاعات جعبه سیاه تنها در حضور محققان کانادایی انجام می‌شود. کند پیش رفتن روند تحقیق و پاسخ ندادن به سؤال‌ها و ابهامات درباره چگونگی سرنگونی این هواپیما صدای خانواده این حادثه را هم درآورده. شما که میدونستید شرایط اینقدر بحرانی، چرا پروازهای مسافربری رو متوقف نکردید؟ میخواستید عامل بازدارنده انسانی بسازید؟ میخواستید یا بدتون نمیومد آمریکا پرواز مسافربری رو اشتباه بزنه؟ مسئله بعدی این که شما حمله موشکی رو انجام دادید به هواپیمای مسافربری، چرا سه روز دروغ گفتید؟ سه روز فقط دروغ و گفتن اینکه مشکل فنی بوده و بعد از اینکه کشورهای دیگه متوجه شدن حمله توسط سپاه انجام شده به هواپیمای مسافربری، اومدید یه بیانیه دادید، صرفا یه بیانیه دادید و اعتراف کردید که حمله توسط شما انجام شده. در کانادا خانواده یکی از کشته شدگان شکایتی را علیه رهبر جمهوری اسلامی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده سپاه، فرمانده ارتش و فرمانده نیروی هوافضای سپاه به دادگاه برده، نشانی از اندوه و خشم همزمان خانواده‌های کشته شدگان. وزیر خارجه ایران هم که امروز مصاحبه‌ای از او با وبسایت آلمانی اشپیگل منتشر شده، از سوال‌ها در امان نماند. او در پاسخ به این سوال که چرا حاکمیت سه روز حقیقت را از مردم مخفی نگاه داشت، گفت: ما با شرایط پیچیده‌ای در زمان پیچیده‌ای مواجه بودیم. آمریکایی‌ها هنوز برای سرنگون کردن هواپیمای مسافری ما معذرت‌خواهی رسمی نکردند، اما فرد ایرانی که هواپیمای اوکراین را سرنگون کرد الان در زندان است. و وقتی از او پرسیده شد چه زمانی از حادثه مطلع شده، گفت: جمعه بعد از ظهر، دو روز بعد از حادثه، مسئولان عالی رتبه نظامی در آن زمان به نتیجه نهایی رسیدند این اقدام را فردی به اشتباه انجام داده. به محض اینکه رهبر انقلاب مطلع شد، درخواست کرد که این مسئله با مردم در میان گذاشته شود. به هر روی به نظر نمی رسد تنها پذیرفتن مسئولیت حادثه خانواده های قربانیان و مهمتر از آن جامعه جهانی را راضی کند. تنها مسکن برای درد این خانواده ها شاید پاسخی صادقانه و روشن به سوال ها و ابهامات موجود باشد. مجید افشار، بی بی سی. محمد اولیایی فر، وکیل دادگستری از تورنتو کانادا با ما. حسن اولیایی فر، شکایت ثبت شده، در هر صورت مقام های ایران بعیده که بیان در دادگاه حاضر بشن. چطور به این شکایت رسیدگی خواهد شد؟ ببینید، این شکایت در واقع در دادگاه عالی آنتاریو مطرح شده و در واقع به سبب این قانون هستش که اگر هر کشور یا تبعه خارجی در خارج از خاک کانادا در واقع جرمی مرتکب بشه علیه تبعه کانادایی یا حتی مقیم کانادا، اون موقع دادگاه کانادا صلاحیت رسیدگی به این پرونده رو داره. کما اینکه ایران هم همچین قانونی رو داره که اگر یک تبعه خارجی علیه یک فرد ایرانی در خارج از کشور جرمی مرتکب بشه، در ایران صلاحیت رسیدگی به این پرونده وجود داره. حالا طرح‌کنندگان این شکایت هم در واقع به استناد این قانون از قوانین قضایی کانادا آمدن علیه مسئولین ایرانی و کسایی که فکر میکردن در این ماجرا دخیل هستن، در واقع طرح شکایت کردن در دادگاه عالی آنتاریو. در مواردی اینطور بوده که خب دادگاهی جمهوری اسلامی رو محکوم کرده و بعد قرار شده که غرامتی هم پرداخته بشه، در این مورد چقدر ممکنه که کار به اونجاها بکشه؟ ببینید، باید برگردیم به اینکه اصلا چرا این پرونده طرح شد. همونجور که در گزارشتونم آمد، بعد از این فاجعه‌ای که به وجود اومد، در واقع اون پنهانکاری ابتدای کار که ایران قبول نکرد که زده و بعدش بعد سه روز قبول کردن، بعد پنهانکاری کردن، جبه سیاه رو تا الان ندادن، این شده که در واقع برخی از خانواده جانباختگان تصور میکنن که صادقانه باشون برخورد نشده. شاید انگیزه های سیاسی وجود داشته باشه، شاید انگیزه های حقوقی برای برخی از این خانواده ها باشه که طرح دعوا کردن،
چرا؟ چون امکان انزاز سیاسی اصلا نظام جمهوری اسلامی قبول نداشته باشن، میگن جمهوری اسلامی مشروعیت رسیدگی به این پرونده رو نداره، اصلا قبول ندارن نظامشو. از نظر حقوقی هم میگن شاید جمهوری اسلامی در واقع به تبع پرونده های سابقش متهمین اصلی رو، مثلا آمری که دستور دادش که لیک بشه رو و سایر معاونین جرم رو معرفی نکنه. به همین صورت این پرونده در واقع میتونه به انگیزه سیاسی یا حقوقی طرح شده باشه، اما نتیجهش در نهایت میتونه در نهایت یک غرامت باشه. چرا؟ همونجور که مثلا در آمریکا هم پرونده جیسون رضاییان نهایتا و سایر پرونده شبیه این به غرامت منتهی شد و میان اگر حکم دادگاه صادر بشه، اموالی اگر ایران داشته باشه در کانادا و اونا رو توقیف میکنن، مصادره میکنن و پرداخت میکنن. و اگر هم حکم بازداشتی یا حکم زندانی صادر بشه، این دیگه یه مقدار جنبه اجراییش بسیار کمه یا میتونه تشریفاتی باشه، چون اون مقاماتی که در این شکایت آمده عملا خب بعید هستش که در حوزه کانادا یا آنتاریو مثلا حضور پیدا کنن که بخوان دسترسی بهشون پیدا بشه که بخوان بازداشتش کنن. در نهایت من فکر میکنم اگر دادگاه رسیدگی بکنه، که این رسیدگی معمولا غیابی هم هست چون مسئولین اون طرف دعوای ایرانی که شرکت نمیکنه و اصلا شاید قبول نداشته باشه این رسیدگی رو، و چون غیابی هم هست، در نهایت حکم که صادر میشه اگر بخواد خیلی اجرا بشه بحث غرامت هست، اما شاید متن حکم اون برخی از خانواده‌های جانباختگان رو بهشون آرامش بده. اگر توی این حکم بیاد مثلا فرماندهی کل قوای ایران محکوم بشه، فرماندهی سپاه محکوم بشه، فرماندهی هوافضا محکوم بشه، شاید این موضوع یه مقدار آرامش خاطر بده که در دست کم در یک دادگاه خارج از ایران جانباختگان مثلا تونستن به نتیجه‌ای برسن. ممنونم از محمد اولیایی فر، وکیل پایه که دادگستری از تورنتو کانادا با ما. در ادامه روند محاکمه دونالد ترامپ در مجلس سنا، ساعتی پیش وکلای رئیس جمهوری آمریکا کار دفاع از او را شروع کردند. مجلس نمایندگان آقای ترامپ را به خاطر ماجرای اوکراین استیضاح کرده بود و حالا سناتورها باید تصمیم بگیرند که رأی به برکناریش بدند یا نه. بهمن کلباسی از نیویورک با ماست. بهمن، اول بگو که چه اتفاقایی افتاد امروز؟ هر دو طرف 24 ساعت فرصت داشتن که در مورد پرونده صحبت کنن. اول نمایندگان مجلس که مدیریت روند استیضاح رو به عهده داشتن، دیدیم که در سه روز گذشته این 24 ساعت رو تقسیم کردن، هر روز حدود 8 ساعت صحبت کردن و توضیح دادن که چرا معتقدن آقای ترامپ باید برکنار بشه، چرا سناتورها باید رأی بدن به اینکه او دیگه رئیس جمهور نباشه و از آنچه از دید اونا جرمهای او بود یا سوء استفاده از قدرت یا اون چیزی که مانع تراشی در مسیر تحقیقات کنگره می نامند. امروز در واقع جلسه نوبت رسید به وکلای آقای ترامپ که اونها 24 ساعتشون رو شروع بکنن و تصمیم گرفتن که فقط 3-4 ساعت، کمتر از 3 ساعت امروز صحبت کنن و بعد چون فردا یک شنبه تعطیله بذارن بقیه این 24 ساعتی که حالا 3 ساعتش رو استفاده کردن در روز دوشنبه و سه شنبه دفاع بکنن از آقای ترامپ. اون چیزی که ازشون امروز شنیدیم همین تاکید بر این بود که آنچه که دموکرات‌ها دارن می‌کنن و آنچه که مجلس نمایندگان رأی داده در واقع تلاشی است نه برای اینکه با مثلا اونچه که اونها میگن ماجرای اوکراین، بلکه یک بهانه است مسئله اوکراین برای اینکه نتیجه انتخابات سال 2006 رو برگردونن، چون هنوز خشمگینن از اینکه در انتخابات سال 2006 شکست خوردن و اینها همه تلاش است برای اینکه اون نتیجه رو برگردونن و مانع این بشن که آقای ترامپ در سال 2020 موفق بشه و پیروز بشه دوباره. به همین جهت بیشتر دفاعشون حمله به دموکرات‌ها بود و حمله به نمایندگان مجلس که مدیریت روند استیضاح رو به عهده داشتن، مخصوصا آقای ادم شیف که این روزها به ستاره دموکرات‌ها تبدیل شده، ساعت‌های زیادی در سه روز گذشته صحبت کرد، او نماینده مجلس هست و رئیس کمیته حساس اطلاعاتی که مدیریت استیضاح رو به عهده داشته. بعد از این قراره چه اتفاقی بیفته بهمن؟ وقتی که این سه روز این 24 ساعت دفاع از آقای ترامپ تموم میشه، اون وقت سناتورها فرصت دارن که سوال بکنن. همه 100 سناتور هر کدومشون میتونن هم از نمایندگان مجلس که مدیریت استیضاح رو به عهده دارن، هم از وکلای دولت سوال بکنن و بعد دعوای نهایی که آیا باید شاهدان دیگری که از این ماجرا خبر داشتن، مثلا آقای جان بولتون مشاور سابق امنیت ملی، آقای مالونی رئیس دفتر آقای ترامپ یا حتی آقای پومپئو وزیر خارجه بیان در مجلس سنا شهادت بدن یا نه،
بیشتر جمهوری خواهان مخالفن که شاهد دیگه بیاد و دموکرات ها خیلی اصرار میکنن که اگر شما نمیخواید لاپوشانی کنید چرا میترسید از اینکه شاهدان بیان صحبت کنن. یکی دو تا جمهوری خواه هستن که ممکن است به دموکرات ها بپیوندن ولی دموکرات ها به 4 جمهوری خواه نیاز دارن برای اینکه به 51 عدد 51 حد اکثر برسن تا بتونن شاهدان رو فرا بخونن. به همین جهت دعوای بعد از سوال کردن سناتورها این است که شاهد باشد یا نباشد و بعد از اون هست که سناتورها رأی خواهند داد که آقای ترامپ رو برکنار بکنند. میدونیم که به 2/3 آرا نیازه برای برکناری، چیزی که بسیار 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 بعیده. ممنونم از بهمن کلباسی در نیویورک. زلزله‌ای به بزرگی 6.8 در ترکیه دست کم جان 22 نفر را گرفت و بیشتر از 1000 مجروح به جا گذاشته. مرکز زلزله در شرق ترکیه در استان الازیق بود و در ایران، عراق، سوریه و لبنان هم احساس شد. بر اثر این زلزله بعضی ساختمان‌ها فرو ریختند و هنوز شماری زیر آوار هستند. پرهام قبادی گزارش می‌دهد. لحظه نجات زنی از زیر آوار بعد از زلزله در ترکیه. بیش از 1000 نفر در این بلای طبیعی مجروح شدند و جستجوی امدادگران در ویرانه هایی که زلزله به جا گذاشته. عزیزه جانم. اینجا یک امدادگر با زن دیگری به نام عزیزه که زیر آواره است تلفنی صحبت می کند. به او می گوید تحت هیچ شرایطی نباید خوابش ببرد و در نهایت لحظه بیرون کشیدن عزیزه از زیر آوار. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه از مناطق زلزله زده بازدید کرد و وعده داد با تمام توان کمک رسانی ادامه پیدا کند. زلزله ساعت 9 دیشب به وقت محلی رخ داد و عملیات امداد از آن موقع در جریان است. تصاویر هوایی بخشی از این خرابی را در شرق ترکیه نشان می دهد. ساختمان هایی که به کلی فرو ریخته. و این لحظه وقوع زلزله است. لحظه ای که در یک برنامه تلویزیونی هم ثبت شد. Ara vereceğiz. Şu an depremi yaşıyoruz. Çok felaket sallanıyor. Aslanın altına girsek iyi olacak. و مردمی که از ترس سراسیمه به خیابان‌ها آمدند. مرکز زلزله در استان الازیق در شرق ترکیه بود با بزرگی 6.8 که در ایران، عراق، سوریه و لبنان هم احساس شد. مرکز مدیریت بحران ترکیه از اهالی مناطق آسیب دیده خواسته به بناهای نیمه تخریب شده برنگردند، چون در صورت وقوع پس لرزه احتمال ریزش آنها وجود دارد. پس لرزه هایی که تا به حال بیش از 270 مورد آن ثبت شده. استان الازیق نسبت به سایر استان‌های ترکیه جمعیتی کمتر و پراکنده تر دارد و به همین خاطر مشخص شدن تعداد واقعی تلفات بیشتر زمان می‌برد. اینجا یک روستا در استان الازیق و این سقف هایی که بر سر ساکنان این روستا آوار شد. من با زن و 4 بچه‌ام بودم. خوشبختانه اتفاقی برای ما نیفتاد، اما همسایه‌هامون تلفات داشتن. ما بلافاصله دویدیم بیرون و با هر چی دم دست داشتیم کمکشون کردیم. افراد مجروح رو از زیر آوار بیرون کشیدیم. معلوم نشد چه بلایی سر دو نفرشون اومد. بردنشون. ترکیه روی نوار زلزله خیز قرار دارد. حدود 20 سال پیش یک زلزله در غرب این کشور و در شهر ساحلی ازمیت جان 17000 نفر را گرفت. با اتکا به چنین تجربه هایی است که ترکیه میگوید میتواند از پس این زلزله بدون کمک های بین المللی بر بیاید. پرهام قبادی، BBC. بعد از یک هفته عجیب و جنجالی دو نماینده فوتبال ایران به دور پایانی پلی‌آف لیگ قهرمانان آسیا رسیدند. استقلال و شهرخودرو هر دو امروز در امارات متحده عربی حریفان خود را شکست دادند و از این مرحله گذشتند. استقلال تهران که بعد از چندین ساعت سرگردانی در فرودگاه تهران سرانجام دیروز به دبی رسید با دو گل الکویت رو، دو گل شیخ دیاباته و همینطور وریا غفوری الکویت رو 3-0 برد. شهرخودرو هم با گل‌های خلعت‌بری و قاسم نژاد 1-2 عرفای بحرین رو برد. ایرانی‌ها که سرانجام مجاب شدن در این مرحله از حق میزبانی بگذرند، دو بازی بعدی رو در قطر مقابل حریفانی از لیگ این کشور انجام خواهند داد. پوریا ژافره خبرنگار ما اینجاست، موضوع رو دنبال کرده. پوریا، برد این تیم‌ها بعد از این همه اتفاق جای امیدواری داره؟ اگه واقعا نمی‌بردن خیلی ممکن بود که شرایط به گونه دیگه‌ای باشه. درسته، این قسمت شیرین ماجراست و همه هم اومدن امروز
اونایی که مسابقه رو نگاه کردن، اون جمعیتی از ایرانی‌ها که در ورزشگاه دبی به استادیوم رفته بودند لذت بردن از مسابقه. بازی هم بازی قشنگی بود، استقلال هم خیلی خوب بازی کرد. متاسفانه بازی شهرخودرو رو نتونستیم ببینیم، خراسانی‌ها، مشهدی‌ها نتونستن ببینن، اصلا اون بازی نمیدونم که پخش تلویزیونی مثل اینکه انجام نشد و حتی گل‌هاش و اینا رو هم هنوز ندیدیم مگه اینکه تصاویری برسه به دستمون. در هر صورت بعد از تمام این هیاهویی که شنیدیم، حالا نتیجه نهاییش باز مونده که راجبش صحبت بکنیم، ولی بعد از تمام این هیاهویی که شنیدیم جای شکر داره که این تیم‌ها تونستن نتایج خوبی بگیرن و خودشون رو به مرحله بعدی برسونن. بلافاصله بعد از مسابقه با وریا غفوری شبکه اس ان تی وی تونستن که صحبتی بکنن. حرفای وریا غفوری کاپیتان استقلال در مورد این مسابقه ببینیم با هم دیگه. این بازی برای ما خیلی مهم بود، ما باید این بازی رو می‌بردیم. تیم ما رویای بزرگی داره، هوادارهای ما همیشه دوست دارن تیمشون رو تو سطح بالا ببینن، تو سطح اول ببینن و تو چمپیونز لیگ دوست دارن تیمشون بدرخشه و ما مجبور بودیم و باید این بازی رو می‌بردیم. هنوز اتفاق خاصی نیفتاده، یه بازی مهم دیگه داریم تو قطر، انشاءالله بعد اون بازی برای اون بازی آماده بشیم که فرصت کمی هم هست و این برد رو خیلی زود فراموش بکنیم. انقدر فرصت کم بوده که کوله پشتیه، وریا غفوری هم رو پشتش بود. در هر صورت بازی بعدی در قطر، اول هم قطر پیشنهاد شده بود، قبول نکردن. این وضعیت ایران یا وضعیت این دوتا تیم رو بهتر کرده؟ وضعیت ایران که خب حالا یه روحیه گرفتن تو فوتبال، اینی که بازی آخرتون رو میبرین خیلی مهمه، ولی همونطور که گفتی واقعا فرصتی نیست. البته قطر به خاطر اون ضریب نمایش تیمهاش و برنامه ریزی مسابقه ها از اول به عنوان میزبان انتخاب شده بود، یعنی که ایران اصلا انتخابی نداشت، اینا به صورت تک بازی برگزار میشه این مسابقه ها و باید میرفت ایران در یک مقطعی در قطر بازی میکرد، که اتفاقا خودش یک نکته دیگه ای رو اینجا مطرح میکنه، به خصوص در مورد استقلال تهران و هم شهرخودرو هم استقلال تهران. بیشتر راجع به استقلال تهران دلیلش الان میگم، به خاطر اینکه استقلال الان این بازیکن‌ها باید برن خیلی سریع سوار هواپیما بشن برن برن ایران. پرواز مستقیمی بین دوحه و دبی وجود نداره. بعد از اینکه عربستان، امارات و بحرین رابطه خودشون رو با قطر قطع کردن، دیگه پروازها هم اونجا همه لغو شده، بنابراین باید بیان ایران و بعد مسافرت بکنن به قطر. همین مسئله بودش که باعث شدش که فرهاد مجیدی، سرمربی استقلال تهران، صحبت بکنه از اینکه اگر که ما از اول میدونستیم که قراره که ما تن بدیم به این خواسته که بعد خارج از خونه بازی بکنیم، ما به عنوان میزبان قطر رو پیشنهاد میدادیم. حالا در صورت از اون مرحله گذشتیم، با فرهاد مجیدی هم صحبت کردن بعد از مسابقه، حرفای جالبی هم میزنه، اون رو هم نگاه بکنیم با هم. از آقای استراماچینی تشکر کنم به خاطر زحماتی که تو نیم فصل اول برای استقلال کشیدن و با توجه به اینکه مشکلات زیادی داشتیم برای اومدن به دبی و اینکه تا هفته پیش هم وضعیت تیم رو نمی‌دونستیم چه جوریه، ولی به نظرم بچه‌ها امروز بسیار خوب بازی کردن، فوق‌العاده بودن. این برد رو به همه هواداری استقلال تبریک میگم. فرهاد مجیدی بود. خب مدیر عامل پرسپولیس گفته که در مورد میزبانی بازی‌های ملی گویا در مالزی به توافق خوبی رسیدیم. مفهومش چیه؟ چیکار کردن؟ من باید بگم که این گفته نادرسته و این نظر شخصی من نیست. در واقع اصلا نه مدیر عامل پرسپولیس میتونه در مورد این زمینه مذاکره بکنه با کنفدراسیون فوتبال آسیا، نه اون فردی که اونجا ملاقات کردن. داتو وینزور جان دبیر کل کنفدراسیون فوتبال آسیا است. دبیر کل مثل رئیس جمهور میمونه، کسیه که مسئولیت اجرا رو به عهده داره، در قانون گذاری نقشی نداره. اون کمیته اجرایی و همینطور کمیته مسابقه ها هستن که باید بیان همچین کاری رو بکنن. یه نکته مهم من این رو اینجا باز بکنم، چون خیلی الان نگران بازیای تیم ملی هستن. ما از الان که داریم صحبت میکنیم برای انتخابی جام جهانی و انتخابی جام ملت، تا 4 مسابقه توی این مرحله در گروه ایران باقی مونده. یه بازی که خارج از خونه است در کامبوج باید بازی بکنن، 2 مسابقه جلو عراق و بحرین، اونها در خرداد ماهن. خیلی فاصله داریم تا خرداد ماه.
میمونه یک مسابقه با هنگ کنگ که قراره که روز 26 مارس فکر میکنم 5 فروردین یا 6 فروردین در تهران بعد برگزار بشه و اون بازی تصمیم گیری در مورد اینکه آیا در ایران برگزار خواهد شد یا نه به عهده فیفا و AFC به چه دلیل؟ به خاطر اینکه در این دوره از مسابقه ها مسابقه های انتخابی جام جهانی 2022 قطر و همینطور 2022 چین جام ملت ها به صورت مشترک بین AFC و فیفا هستن و اینا باید بیان ارزش گذاری بکنن و اگر که شرایط ایران خب الان ما در یک دوره بحرانی هستیم ماجرای هواپیما به یه سرانجامی برسه و دوباره شاهد اعتراض ها و از این مسائل نباشیم قطعا بازی در تهران برگزار خواهد شد ولی که برمیگرده واقعا به فاصله یه هفته بازی میشه گفتش آخرین روزهای سال اونها موقعی هستن که اون شورای ارزش گذاری امنیتی میاد و تصمیم میگیره که بازی در ایران باشه یا نه. ممنونم از پوریا ژافره. در آلمان فارسی زبانان زیادی در ژانر موسیقی رپ نقش مهمی بازی میکنن چه روی صحنه به عنوان رپر و چه هم پشت صحنه به عنوان تهیه کننده. آدریان مسچی یکی از اونهاست. او کارگردان ویدیوهای رپرهای معروف آلمانه. بامداد اسماعیلی سر ضبط یکی از این ویدیوها با او گفتگو کرده. ضبط جدیدترین ویدیو کلیپ شوستا ایوا معروف ترین گنگستر رپر زن آلمان. او باید به زودی به دلیل فرار مالیاتی و زد و خورد به زندان برود. قبل از آن اما می‌خواهد چند ویدیو با کمک آدریان مسچی کارگردان ایرانی تبار منتشر کند. چند ساعت به عقب برمی‌گردیم. آدریان مسچی و همکارانش استودیوی فیلمبرداری را برای ضبط آماده می‌کنند. اینجا ما داریم الان دومین روز فیلمبرداریمون رو ستاپ می‌کنیم، یعنی در اصل اولین روز فیلمبرداری ویدیوی جدیدش وستا ایوا و ما اینجا داریم الان یه فریم می‌بندیم که بکشیم بالا به این نمی‌دونم چجوری به فارسی بگم ولی می‌خوایم این بکشیم بالا که از پایین نور رو بزنیم به سقف که برگرده به زمین که زیرش صحنمون رو بچینیم. آدریان مسچی حدود 10 می‌شود که به عنوان کارگردان ویدیو کلیپ فعال است و با رپرهای مشهور آلمان کار می‌کند. او متولد آلمان و 25 سال است. میگوید از دوران کودکی به این کار علاقه زیادی داشته است. حدوداً 12 پیش تو دفتر پدرم نشسته بودم و یه تریلر سینمایی داشت پخش میشد تو تلویزیون و برگشت به من گفت ببین چه کار زیباییه، هر موقع تونستی همچین کاری رو بکنی من به تو افتخار میکنم. یه مدتی بود من پدرم رو ندیده بودم به خاطر جدایی مادر پدریم و خواستم مثلا بهش ثابت کنم که منم کنندم و میتونم انجام بدم. اونجا بود که شروع شد، ما رفتیم تو کار عکاسی، از عکاسی هم رفتیم تو کار فیلمبرداری و کارگردانی. بعد از تهیه یک لپتاپ و برنامه تدوین، او با ویدیوهایی که در یوتیوب انتخاب میکرد شروع به آموزش کرد و یک فیلم تبلیغاتی درست کرد. بعد اولین سفارش ساخت یک ویدیو کلیپ رو هم گرفت. فکر کنم اولین میوزیک ویدیو حرفه‌ای که ضبط کردم و کار کردم 15-16 سالم بود و اون موقع من میرفتم مدرسه، واسه من مثلا 500 یورو 1000 یورو کم پولی نبود و خوب یادم اولین پروژه‌مو 1000 یورو باجت داشتم، واسه من دیگه خیلی چیز آنچنانی بود که گفتم واو چیکار کردم. ما بیشتر پروژه‌هامون رو خارج می‌گیریم، خیلی جا رفتیم، اروپا رو که همه جاش رفتیم کار کردیم، دبی، آمریکا، کانادا، روسیه، خیلی جا می‌ریم که واسمون راحت‌تر استایل جدیدی می‌تونیم کار کنیم و اینجوری مشتریامون هم یه چیزای متفاوت میاد دستشون. ویدیو کلیپ‌های آدریان مسچی در اینترنت میلیون‌ها بار دیده شده‌اند. به طور مثال تنها این ویدیو از مون فینیکس رپر آلمانی لبنانی نزدیک به 40 میلیون بازدید کننده داشته است. به صحنه فیلمبرداری امروز برمیگردیم. دوربین و نور آماده هستند. سگ‌های سفارشی هم رسیدند. حالا همه منتظر آماده شدن شوستا ایوا هستند.
ما وقتی که یه آرتیست بهمون زنگ میزنه یا میگه که شوتینگ باید انجام بدیم، اولین کاری که میکنه واسه ما آهنگ رو میفرسته که ما میشیم روش کار میکنیم. 50% خواننده و آرتیست ها میگن مثلا ما میخواییم همچین کاری رو انجام بدیم، تو فقط این کار رو واسه ما پیاده کن و ببر جلو. خیلی کسایی هم مثلا میگن نه، همه کار رو خودت انجام بده. آدریان مسچی تا به حال به ایران نرفته است. او تنها با یک هنرمند ایرانی یعنی جمشید کار کرده است، اما علاقه زیادی به ایران و زبان فارسی دارد. فارسی یاد گرفتن و پیش مادرم یاد گرفتم و بچگی، چون بالاخره فرهنگ و وطنم واسم مهمه و دوست داشتم حتما زبان مادریمو بلد باشم. آدریان مسچی کارگردانی جوان اما با تجربه که نظر خیلی از رپرهای مطرح آلمان را جلب کرده است. او قصد دارد در سالهای آینده با ساخت یک سریال وارد تلویزیون نیز بشود. بامداد اسماعیلی، کل آلمان. ممنونم از همراهی شما با این برنامه 60 دقیقه.